وقت بخیر بینندگان عزیز تلویزیون پرتو، شما به تماشای تلویزیون پرتو نشستید و برنامه پاسخ رو میبینید. ما رو ببینید و دیدن ما رو به دیگر دوستان و آشنایان نیز توصیه کنید. در این برنامه پای صحبت‌های رفقایمون سیاوش دانشور و همایون گدازگر خواهیم نشست. کریم نوری برای همه شما ایام خوبی رو آرزو میکنه. بینندگان عزیز، حتما شما هم خبر فاجعه‌باری رو که در اهواز اتفاق افتاد شنیدید. قتل دختری 17 ساله که از ایام کودکی، هنوز هم کودک است، به ازدواج کسی درآورده شده بود و ایشون رو نه تنها در اهواز به قتل رسوندن، بلکه با سر بریدش در شهر اهواز رژه رفتن. سیاوش دانشور، چرا این اتفاق میفته و اگه میتونین یک خلاصه ای از اتفاق به شنوندگان و بینندگان ما بگید. منا حیدری با لفظ غلطی که امروز در ایران مطرحه، متاسفانه بهش عنوان کودک همسر بهش دادن، که در فرهنگ سوسیالیستا و فرهنگ جامعه امروز کسی کودکه و به خونه هم شوهر میفرستنش و به زور ازدواجش میدن، به حال یه عمل پدوفیلی محسوب میشه. به حال این دخترکو 12 سالگی به زور شوهر دادن به دلیل فقر و به دلیل فرهنگ عشایری و واپسگیرایی که هنوز توی گوشه‌ای از جامعه مونده، در جامعه سرمایه داری، و بعد چند سال بالاخره ناچار شده یه جوری از دست اون زندگی فرار کنه. نتونسته، فرار کرده، به ترکیه میره. تی توتی یا حمایت، روایت حمایت خانواده هم از برش میگردونم و متاسفانه در اهواز توسط همسر سابقش و پسر عموش آگاهانه و نقشه قبلی اول و ماشین بهش میزنن، بعدی که پاشو میگیری، اون یکی هم در کمال ناباوری سر این بچه رو، این خانم از سر ترنش جدا میکنه. واقعی وحشتناک اینه که من راستش اینو شنیدم تا 24 ساعت اصلا حالم خوب نبود، فکر کنم تعداد زیادی اینجوری بودن. این تو شهر توی دو تا خیابون اهواز باش میره، رژه میره و اتفاقی نمیفته. به چه دلیلی هست؟ خب فکر میکنن ایشون خیانت کرده یا به چیزیش لکه‌دار شده. زمینه‌های یک فرهنگ واپسگرا، عقب مونده، ضد زن به اسم ناموس‌پرستی وجود داره که تو گوشه گوشه ایران به درجات مختلف داره قربانی میگیره. فقط توی خوزستان بنا به آماری که وجود داره، که اینم مینیمومه، فقط در 2 سال گذشته 60 تا زن به طرق مختلف، حالا یا با سر بریدن یا با چاقو یا با خفی کردن یا به اشکال مختلف از بین رفتن. قانون پشت این هاست، جمهوری اسلامی پشت این هاست، فرهنگ عشیره‌ای که بخشن در حاشیه خوزستان هنوز باقی مونده اینو حمایت میکنه، مردسالاری اسلام حمایت میکنه و یک موردشون هم مجازات نشدن. من فکر میکنم ماجرای منا حیدری کافی بود که خوزستان، ایران منفجر بشه، چون این فقط بس بر سر قتل یک زن نیست، فقط یک قتل فجیع نیست. این اتفاق داره، میگه جامعه به سرعت عجیبی آگاهانه داره به طی مکانیزمایی به عقب برمیگرده، به عقب برش میگردونن. یعنی تمام تلاشایی که برای برابری، برای حرمت، برای حقوق انسان ها، حقوق کودک، حقوق زن، علیه مردسالاری، علیه تعصبات واپسگرا میشه، انجام میشه، تمام دستاوردهایی که کارگران خود زنان در مبارزه شون به دست آوردن، با چنین اعمالی پایمال میشه و این یک سدیه، یک مانعه برای یه تغییر رادیکال و ریشه‌ای تو اون جامعه، حتی برای پیشرفت، برای کسب حقوق عمومی. در نتیجه این مسئله رو باید نه فقط
کناری است که ازش رد نشد. نه فقط گفتیم فرهنگ حاشیه‌ای این عمومیت نداره، مهم نیست، بلکه باید به عنوان یه واقعه مهم نگاش کرد، به تاثیرات سوء اون توی جامعه نگاه کرد، به سکوتی که در قبال این و توجیهی که میشه نگاه کرد و آگاهانه براش اقداماتی رو در دستور گذاشت که اولا زندگی کودکان در امان باشه، از دست اندازی مسئول باشن، زندگی زن در خانواده و در جامعه مسئول باشه، امنیتش وجود داشته باشه، علیه این ناموس و ناموس پرستی و فرهنگ واپسگرای مرد سالار باید یه تعرض تندی بشه، کسی به خودش اجازه نده چه این کارایی بکنه و قانونم باید به نفع بالاخره این شرط عوض بشه. مجموعه اینا کارهایی هستش که بلا فاصله باید انجام داد. کاری که فوری میشه انجام داد یه نوع واکنش، یه نوع اعاده حیثیت جامعه از خودش و این رو ترد کردن این روش ها و این شیوه و اعلام این که ایدئولوژی اسلامی، فرهنگ طبقه حاکم، فرهنگ واپسگرا داره یه تصویر اینجوری از جامعه میده. این جامعه خواهان آزادیه، خواهان برابریه، خواهان حرمته، خواهان حقوق کودکه و همون استانداردهی رو میخواد که جهان معاصر بالاخره با مبارزات نسلی متمادی کارگران و مردم پیش رو به دست آورده. نه اینکه برگردیم به عهد عتیق، به دوره پیامبران، دوران جاهلیت و با تعصباتی که آخونده و اشایر و سر اشایر دارن به حلق مردم میریزن، تو مغز مردم فرو میکنن، به چنین اقدامات شنیعی دست زده بشه. به سراغ رفیقمون همایون گدازگر میریم. رفیق همایون گدازگر، مسئله مونا اولین و آخرین نبود. در ماهای قبل دختری به اسم رومینا توسط پدرش سر بریده شد و ما در جای جای ایران، در هر گوشه ایران شاهد به این نوع خشونت و این به عقل وارونه‌ای که تو جامعه هست میبینیم. خب عواملی پشت به اصطلاح رشد این پدیده در جامعه میتونه وجود داشته باشه. فرض کنین چند ماه قبل بود که یکی از این آخوندهای اسلامی که مشهد و به اصطلاح میگم پادشاه مشهده، گفته بود که نفرت از زن بی حجاب عین به اصطلاح تکلیف الهی هست. هرچند این عمل اینقدر شنیع هست که حتی به حساب کسی که این قتل رو به حساب انجام میده علیهش به حساب آدم اقامه دعوا میکنه، ولی فکر میکنیم واقعا کسی که این کار رو میکنه خودش قربانی یک به حساب نظم وارونه‌ای نیست؟ چه عواملی هست که به حساب به این مسئله پا میده و این گونه گسترش میده به جامعه؟ ما در ادبیاتمون گفتیم که این نوع توحش مجریانش خودشون قربانی هست، ولی من شخصا فکر میکنم دیگه این کافی نیست. شما نگاه کنین جامعه ایرانو توقع دیگه ازش میره. شما نگاه کنین تصویر جامعه و شهرهای ایرانو توی همین چند هفته گذشته، توی یکی دو سال گذشته، به هر حال ما انتظار یه تحول، یه پیشروی و یک به اصطلاح تحولات مثبت و رو به پیش داریم از جامعه ایران. همه کس میدونه درد و سختی این اعمال بربریت منشانه‌ای که توی اهواز و یا به قول شما قتل رومینا به اصطلاح اتفاق افتاد، دردش اینجاست که تو همچین جامعه، توی همچین شرایط سیاسی، توی همچین اوضاع و احوالی که جامعه ایران، جامعه شهری ایران داره، این اتفاقا میفته. اینه که میشه مانع پیشروی ما نسبت به توقعاتمون میشه. اینجاست که انتظار و توقعی هست که از جامعه در برابر چنین وحشیگری های سکوت نکنن، یک توقع واقعیه و باید واقعا خیلی از انسان های توی جامعه را، ما انتظار نداریم 84 میلیون نفر به 3 میلیون نفر 4 میلیون نفر به این واقعه دردناک حساس باشن. یه بخش مهم از جامعه که چرخ اون جامعه ان که دارن اون جامعه را رو به پیش میبرن، یه بخش بزرگ از آزادی خواهان و صف برابری طلبایی که ما میبینیم در خیابون، توی معلم، توی پرستار، تو دانشجو، تو جنبش کارگری، همه جا میبینیم،
توقع از اوناست که نذارن این لکه ننگ به دامن این تاریخ و این تحرکی که الان توی جامعه ایران است بخوره. تنها با این چی بگیم اینا قربانیان، تو تحلیل نهایی به قول سیاسیون شاید اینطور باشه، ایران خودشون قربانی فرهنگ اسلامی و عشیرتی هستن، خودشون قربانی حاکمیت یک رژیم مذهبی 43 سالن که تا تمام اعماق جامعه متاسفانه نفوذ کرده و این عقب افتادگی و به اصطلاح درندگی توی جامعه نفوذ داده. اینا همه به جای خودش، ولی بالاخره توی یک مرحله شما انتظار داری که یه سپری، یک مانعی، یک چیزی جلوی این بربریت رو بگیره دیگه. مسئله اینطوری نیست که فقط من شخصا فکر میکنم تنها به قانون جمهوری اسلامی، عدالت جمهوری اسلامی، شکایت به دادگاه و دادگستری جمهوری اسلامی و قانون شریعت اسلامی، از اولش هم اونا جوابگونه بودن در مقابل این جنایت ها. برعکس اونا خودشون مشابقن، اصلا از روز اول بنیانگذاریشون بر امین پایه به اصلاح وایساده و قرار گرفته. من منظورم از این حرفا اینه که در اون جامعه واقعا به قول رفیق موسیاوش آدم اصلا دوچار شک میشه. قدرتگیری داعش رو توی سوریه بیشتر جلوی چشمش میاد که با سرهای بریده تو خیابون میگشتن. این اصلا نمیخوره پسندیده و لایق جامعه مثل ایران که مخصوصا توی این سالها اینجوری بالندگی از خودش نشون داده، سر زبان تمام مردم دنیا و منطقه بوده که میخواد از یک رژیم سیاه جنایتکار مرتجع عبور بکنه، واقعا برازنده اون جامعه نیست. اینه که من فکر میکنم باید جاهایی یک دستی باشه در مقابل این حرکات بیسته، باید یک کارایی کرد خارج از حکومت و نمیدونم فلان و از این حرفا. امینی که میگیم شرمساری، واقعا منظور من این نیست تمام مردم شرم بکنن، ولی کسایی که پیشرو جامعه هن، سطحی که میخواد دورنما داره، میخواد آینده را به اصلاح تغییر بده، میخواد بعد از جمهوری اسلامی یک زندگی دیگری را داره قول میده و توی مخیلش داره میگنجه و شب و روز داره برای زندگی میکنه، باید یه فکری بکنه، فکر عملی منظورمه، که اینطوری نباشه. ما نمیتونیم بگیم راه چاره قطعی این سرنگونی جمهوری اسلامیه. سرنگونی جمهوری اسلامی راه چاره خیلی چیز هست، یا اولین قدم برای پیشروی های خیلی بیشتر، این درسته، ولی ما نمیتونیم بگیم خب جمهوری اسلامی هست، اسلام هست، قوانین ارتجاعیش هست که هست، هزار برابر هست، خب طبیعیه که این اتفاق میفته. این غلطه، باید همین امروز، میشه همین امروز به این خاتمه داد، باید همین امروز یه کارهای عملی کرد. من میگم جوانا، انقلابیون، اونایی که متنفرن از مردسالاری و از ناموس پرستی و این همه کشتار، نمیتونن کارهای بکنن، واقعا نمیتونن خودشون به فکر این باشن مجازات بکنن کسایی را که این کارها رو میکنن. این ربطی به قانون نداره، ربطی به جمهوری اسلامی اینا نداره، چون اونا خودشون اون ور جوبن با طرف این جنایت ها. اینه من دارم میگم، آیا نمیشه تو اینا بذاری بگی تا جمهوری اسلامی سرنگون نشه؟ معلوم نیست چند نفر زن بیگناه دیگه توی صف هستن توی همین دو ماه آینده، سه ماه آینده، شش ماه آینده قربانی این جنایت مردسالاران و اسلامی توی جامعه بشن. در نتیجه به نظر من همه ما به همراه فعالین، اونایی که پیشروان، مبارزین آزادی خواه، باید فکر بکنیم که خودمون یه کاری بکنیم برای جلوگیری، و نمیگم حالا قد کردن دست هر کسی دست روی زن بلند کرد، ولی خیلی کارا میشه کرد و خیلی چیزا میشه فکر کرد، و این به نظر من باید یه سوال باشه توی جامعه ایران در برابر مخصوصا قتل و جنایتی که داره نسبت به زنان میشه به خاطر همین مسائلی که الان در مورد بحث شد، به اصلاح کسی رفته خارج از خانواده، نمیدونم تماس با کسی داشته یا هر چی، یه مقدسات کسی توی زیر پا گذاشته. من فکر میکنم باید بحث ببریم اونجا، توی جامعه ایران ببریم اونجا ببینیم نمیشه عملا کاری کرد. تو تاریخ نگاه بکنید، توی گذشته ها نگاه بکنید، بالاخره تحت دیکتاتورترین حکومت هم کارهای همیشه عملی خلاط جریان شده، و الان هم باید همچین کاری کرد و همچین توقعی داشت. خب سراغ رفیقمون سیاوش دانشور بریم. سیاوش دانشور کوتاه، همایون اشاره کرد که میشه همین امروز و همین الان هم کار کرد.
من اطلاعی رو از طرف معلمین اعتصابی و اعتراضی دیدم که عنوان کردن ما در این قتل مقصریم که بسا این فرهنگ و سالها بسا با پذیرفتن آموزش پرورشی که بسا ارزش‌های حاکمیت رو تبلیغ میکنه ما در این مسئله مقصریم. ما شاید این هستیم که خب یکی رو میگیرن زندان میکنن، بالاخره در جاهای مختلف حرکت‌های اعتراضی علیه برای آزادی زندانیان سیاسی به سر راه میفته، توی کردستان مثلا زنا میان پلاکارد بلند میکنن زن ناموس کسی نیست، و همایون اشاره کرد داشت به جنبش بالنده کارگری در جامعه ایران. خوزستان یکی از به حساب پایگاه های این جنبش است. چرا صدایی بلند نمیشه یا چرا نمیتونن علیه این به حساب بربریت اعلام موضع بکنن، خیابان را از آن خود بکنن؟ توانستن رو که میتونن و باید بتونن، فقط یک عزم و اراده هستش و اینکه مسئله رو واقعی بدونی، به خودت مربوط بدونی و اینکه تاثیرات این موضوع بدونی که چه تاثیرات منفی و سوی توی فضای جامعه روی همون مبارزات کارگری، مبارزات برای رفع تبعیض میذاره. دستشون در نکنه معلم، نکته‌ای که گفتن نکته درستیه. این نشان اینه که معلمان دارن یه نوع مسئولیت اجتماعی رو به عهده میگیرن. عنصر مسئولیت اجتماعی توی جنبش‌های واقعی خیلی مهمه، ما همیشه روش تاکید کردیم. انتظار واقعی ما اینه از جنبش کارگری، از کارگرانی مثل شرکت‌های فولاد، هفت‌تپه، صنایع مختلفی که در خوزستان هستن و همیشه پیشرو و نشان افتخار بودن برای کل جامعه، یه بارومتر سیاسی بودن، اوضاع رو به جلو روندن، اینه که اجازه ندن فرهنگ عقب مونده حکومتی اسلامی عشیره‌ای عهد عتیقی داعشی طالبانی بغل گوششون سر بلند بکنه و مردم بهش بی تفاوت بشن. این بی تفاوتی امروز سمه، این بی تفاوتی میتونه فردا بلای جون خود کارگرا بشه، فردا میتونه بلای جون هر آدم پیشروی بشه که روی چهارپایه میره میگه مثلا حقوق زن و مرد باید برابر باشه. این تروریزی کردن فضای سیاسی، تروریزی کردن فضای جامعه، تروریزی کردن زندگی زنان و اینکه هر بچه، هر کودکی، هر دختر خانمی فردا جرأت نکنه به بدوی ترین حقوقش و بدوی ترین آزادیاش اسم ببره یا به سمتش بره و نگران این باشه که ممکنه کشته بشه، این داره آموزش غلطی رو به پسرها میده و به این سجاد قاتل که خودش هم یه قربانی و که مغزش رو به اصطلاح تمام پر کردن از کاه، گفتن که تو پهلوونی، تو مردی. واقعا کارگرها باید توف بکنن به این مردونگی، به این پهلوانی، به این ناموس، به هر چیزی که ارزش اسلامیه، اگر این شرایط رو داره براشون فراهم میکنه. آخه کارگر، آدم آزادی خواه، وقتی نشان پیشرفت بود توی جامعه که مترقی ترین دستاوردهای بشر معاصر رو در دنیای معاصر میآورد جلوی صحنه و ادعاش میکرد، کسی که برای برابری انسان ها، برای رفع تبعیض مبارزه میکنه، نباید تحمل بکنه این وضعیت رو، نباید تحمل بکنه. در نتیجه به هر شکلی که مقدوره، من میدونم خیلی ها، خود من هنوز در شوک این ماجرا هستم که واقعا چطور ممکنه، چطور ممکنه 10 دقیقه توی اهواز شما با سر بریده خانمی بسه اینجوری را بری؟ چطور واکنشی به اصلا درخور نشون داده نشده نسبت به این قضیه؟ چرا جلوشو نگرفتن؟ چرا آدمای جلو نگرفتن؟ پس شجاعت مدنی کجا رفت؟ پس انسانیت کجا رفت؟ مگه میشه نگاه کرد؟ مگه میشه یکی رو بزنن و نگاه بکنی تو و هیچی نگی؟ پس چطور میتونی به این ارتجاع پیروز بشی؟ اینا ساینای خوبی نیستن. به نظر من رهبر کارگری، آدمای فعال سیاسی، آدمای فعال جنبشا باید فکر کنن، باید نگاه بکنن به این مسئله و فکر کنن ببینن شرایطشون چی اجازه میده یه واکنش درست و مقدور نشون بدن. و مهمتر الان منا قربانی شد، مناهای دیگه همینجور که رفیق مایم گفت در صفن. ما به طور متوسط در 2 سال گذشته هر 10 روز یک کشته دادیم، بنابراین باید یه جوری جلوی این قضیه گرفته بشه، باید این فضا برگرده، باید فضا به نفع رادیکالا برگرده، باید یک امنیتی برای کودکان، برای جا
جامعه، برای زنان، برای کسایی که تحت مخاطره هستن ایجاد بشه. و همه اینا به نظر ما وظیفه کاریر پیشرو دانشجو هستن، زنان مبارزه، آزادی خواهان در اون جامعه هستن، در سراسر ایران و از جمله در خوزستان.